عوازه و سلام. مخلصم، احوال شما خوبین؟ خوبین؟ شکرین. عوازه خوبه؟ سلام. شما خوبین؟ چه خبر؟ داداشا میسم و محسن. دو قلو که نیستید؟ نه، یه دونه شبیه همین دیگه. یه دونه دو قلو دیگه کافی بود دیگه برای خونه باید. عوازه خوبه؟ بعد شما میاد کنار هم وایسید؟ چرا شما؟ ماشاءالله اینقدر اونا میان سر مغازه وایسن یا نه؟ میبنن یا نه؟ اول که اینجا چیز بود رستوران بود میمدن. اینجا رستوران بود قبلا؟ اول رستوران بود، اینجا این پشت آشپزخونه بود. اینا کار میکردن، دیزی بار میزدن. آره دیزی و کباب و اینا میدادن، بعد دیگه میرفتن تمرین. کار چه تمام میشد میدویدن. دوباره با همین موتور پیک برمیداشتن، دو نفره میشستن میرفتن سر تمرین. موتور پیک رستوران رو؟ بعد دیگه نداشتید پیکه؟ خب دیگه اونا میرفتن، همه داشتن میرفتن. شب و روز فوتبال بود. بعد نمیگفتید بابا ول کن یاد نون نشد واسه آدم که شما میرفتیم بالا میخواستیم یه ساعت استراحت کنیم مرتضی دیدی اون روز پاس دادم بهت نزدی مینا تو چرا اونجوری بازی میکنی من پاس کلا دارم فوتبال سوار میکنم من یه سری رفتم میدون تو این زمین چمن بغل پل شکبری است دیدم یکی توپ گذاشته رسه این طرف اون یکی توپ گذاشته رسه اون ور میگم برای چی داری رسید میگه منتظر یکی بود داشت فوتبال بازی میکنه بیشی نیست وسط آفتاب حالا زیاد به ما میگن مثلا میگن پول خرج کردید نه رفت نه ولی به خدا اصلا این چیزی نبود اینا همینجوری اصلا به خواست خدا بود دعای پدر مادرم مادرم که خیلی دعا میکرد اینا رو مادرم هر روز بنده خدا تو این امام زحسن داره دعا میکنه حتی یه دونه بازیشو نمیدونم کدوم بازی اصلا بازی ها رو نگاه نمیکنه فقط دعا میکنه تمریناشو بعدیه یه شب ساعت 12 شب 11 11 و نیم شب توی این پارک علادی بارون داشت میومد من رفتم دیدم کلاه سیوشل تو انداختن دارن با هم پاسکاری میکنن تا ساعت 12 و نیم شب داشتن تمرین میکردن خدا رو شکر نتیجه هم گرفتن یه چیز خاصی یه تیک کلام خاص یه نکته خاص دارن که بفهمید این قطعه مرداد یا میلاده نه جینا چی میگه داشمی مرداد میگه داشمی ستونی میلاد میگه ستونی آقا مرداد میگه داشمی مرسی آقا بچه‌ها دارم میگم اولین تصویری که کلا از خونه‌شون می‌بینی کوله است یه توپ فوتباله و یکی از کتونی‌هایی که پیچوندن از شما دیگه آیه واسه خانه احتمالا ولی این این تأسف ما بازی می‌کردیم باهاش قدیم ما قشنگ تأسف می‌شم تبرین که دیگه دوغلم میدونید که زحمتش زیاد بعد شیشش کندن و هرس خوردن و بالاخره تا اینجا رسوندن بالا توپ خیلی دوست داشتن اینا خیلی دوست داشتن درسشون چی درسی خوندن؟ درسشون هم خیلی خوب بود به جان خودم خوب بود نه بهش بگو به جان میلاد میلاد که اصلا درسش عالی بود ولی مهداد اینا رو کشون بود فوتبال دیگه میلاد مرد و مهداد میلاد درسش خیلی عالی بود میلاد خوب بود این نگاه بیا بریم فوتبال بیا بریم فوتبال مادر هر چقدر اذیت کنن بیا اذیت نکن یعنی داره اینجوری میگه ولی خیلی اذیتش کرد میرفتیم خونه مثلا انقدر اذیتش بود میکردیم ما رو با شله میزد حالا اینا رو نمیگه حالا ما داریم میگیم خیلی از این جرم پدرم هم مادرم بخاطر درستش رو بداختن دیگه نه بخواه بچه های ما اینجا بازی میکردن تو بحل تو خونه خیلی اینجا بازی کردن بعد همسادهایی موقع میدین بله هر شیشه بشکنن چقدر بادن دم خونه تون همسایی؟ خیلی الان این بغل دستم بود لباس میشوز خونه ها اینجوری نبود که یه طبقه بود میلاد اینا تو با میزده حیات اونا اونم میافت توی لگن آب نه اول ما فکر میکنم که اصلا بچه مثلا منطقه 17 ایم بچه های فلان بعد میخوام بگیم که زحمت بکشی توکلت به خدا باشه از هر جای دنیا هم که باشی میرسی به فوتبال هر جا که دوست داری روزی دو جلسه سه جلسه تمرین میکردیم تلاشمون میکردیم توکلمون به خدا خودم به اون داد حقیقتش اون موقع در روز مون نوت بریم مثلا تست بدیم تو تیم ها اصلا به فکر لیگ دو بودیم بعد خدا یا گذاشت سلامون گفتش برید لیگ بعد خدا رو شکر اصلا اینا عین تو کدومشون شیطون تر بود مهتا خیلی شیطون بود
بچه چی اسم این زمینه؟ زمین نمک. زمین نمک میشه. واسه چی میگفتن نمک؟ اونجا گوشه بیشتر نمک زمین میشد. نمیدونم سر چی میمدن میریختن اونجا بهش میگوری زمین. زمین نمک. و همینجا بازی میکردید بیشتر دیگه. آره دیگه تابستون میمدن چه گرمایی بود. الان نگاه کن میایینزه اصلا هوا گرم. اصلا گرمه. الان جای دیگه خونه که میای اینجا یه داغی داره. آره اصلا. بعد سخن بود خاکی. یه موقع عشق داشتیم دیگه اونجا زمینم یه دونه اینجا زمین بود از اونجا این همه رو پیاده میومدیم اینجا بازی میکردیم چه حالی هم آخه وزده میده زمین خاکی رو نه هفته صبح میومدیم پنج بعد از ظهر میرفتیم پنج بعد از ظهر میرفتیم تو محل میرفتیم تو خیابون بازی میکردیم بعد توپا میافتاد اینجا ها ساختمون ها اینا خونه هم اصلا خیلی خوب میرفت بالا توپا رو خیلی میرفتی بالا این دیوارا تور گذاشتن تور گذاشتن اینجا ما میپریدیم اون بالا توپا رو می آوردی یعنی تو بچه مثلا زیاد میرفتیم یه خسته می بچه فله هم سامورایی بودن یه سوته می پرید سر توپا رو می آورد حالا مربی تون اینجاست باهاش حرف بزنیم آقا ستی این مربی همون تیم اولتون بود دیگه اسم تیم چی بود جاوید منطقه ابدا پویا یه شرایط اینا به تیم من اضافه شدن که ما یه دونه جا بیشتر نداشتیم بعد هم از وضعیت فنی اینا من نمیتونستم صرف نظر کنم چون جفتشون عالی بودن همین که توی بنبست قرار گرفته بودم که یه دونه جا من میتونم رد کنم یه بازیکن جا دارم اومدم یه فکری به سرم زد یه کارت من صادر کردم اینا یادم هست شماره پیرنشون هر دوتاشون سه بود یعنی وقتی من واسه شون لباس خریدم دوتا لباس تکراری سه یه نیمه مرتاد بازی میکرد یه نیمه میلاد با اون کار یه مسابقه رسمی داشتیم ناظر اون بازی آقای محمد فقانی پدر آقای آره، فقانی ناظر بازی بود که تو این اتفاق رفت و آمد ها متوجه این شده بود که یه بازیکن عرق کرده بیرون نشسته این تیم هم هنوز تعویض نکرده یه بازیکن هم روی خط جلوی چش این داره میره میاد چون هر دوتاشون گوش چپ بازی میکردن نگه داشت بازی رو آقای داور بازی رو نگه دار اومد به سمت من آقا کارت اینو بده ببینم آقا گفتیم آقا دست خودت نه کارت این یکی رو میگم که تو نیمکته آقای داور بیا اینجا بازی تعطیل سه دست این دو نفره گرفت ببره داخل اتاق برای بازجویی و اینا که من تو این گیرودار هی به مرتاد میگم مرتاد تو بگو من میلادم میلاد تو بگو من مرتادم اینا متوجه نمیشد داخل اتاق کرده بود خدا آقا فقانی تعریف کنه میگه اینا رو بردم تو اتاق بردم پس چه تو میگفت من مرتادم نه من میلادم بعد میگه اون یکی بگو میلادم بگو مرتادم میگفتم بلند شید تعداداتون از اتاق برید بیرون من میخواستم بفهمم و فهمیدم خب با میلاد و مرداد آشنا شدید با محلشون و جایی که فوتبال بازی کردن دیگه سوالای بیشتر حرفای بیشترشون بمونه برای استدیو قربونتون برم به سلامتی متهم و تورست دیگه آره یا علی بله شما قربونت برم مواظب باشید فقط